سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی دوشنبه 28 اسفند. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان دل و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. ببینیم چه خبر است در انرژی های شما و اولین انرژی که با شما از نظر هیجانی همراهی میکنه دوستان چه انرژی هستش؟ خب حرف از تنهایی میزن، احساس تنهایی کردن. و بعد بریم ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. من امشب از این دسته کارت ها استفاده میکنم، میخوام مقدار عوض میکنم. خب دوستان، یک سری از شما عزیزان دل دارم میبینم که در تنهایی خودتون به فکر ساخت و ساز هستن، به فکر یه نقشه هستین، به فکر یه کاری هستین، به فکر یک مسئله دست جمعی هستین. برای یک سری دارم میبینم که در تنهایی به سر میبنین، احساس تنهایی میکنین و برای اون ممکن هستش که برین مشاور ببینین یا با کسی حرف بزنین، کمک بخواین در واقع از این شرایطی که دارین توش. حالا بریم ببینیم کارتای بعدی رو دوستان با هم دیگه. یه سریعت هم احتیاج به این تنهایی دارین که خوب بسازین دوستان. مواظب این باشن که دوستان وقتی که میخواین مکالمه بکنین به خاطر که ناراحت هستین، شما حس تنهایی دارین، با کسی وارد بحث و دعوا نشین. برای یک سری دوستان احساس میکنین که شما رو کنار گذاشتن به خاطر یک مسئله که شاید مسئله حالا ارثی میراثی ممکن هست باشه، مسئله شراکتی ممکن هست باشه، شما رو کنار گذاشتن چون بحثی هستش، دعوایی هستش، شکایتی هستش، چیزی میون هستش. خب ببینیم کارت دیگه بهشتون چی میگن در ارتباط با این کارت. از این کارت استفاده میکنن. مسئله هستش که من فکر میکنم که حالا برای سریا ممکن هستش که یک مسئله باشه که واقعا قانونی دوستان، یک مسئله باشه که حالا ممکن هستش که سنتی خانوادگی، یک مسئله هست، یه دعوایی داریم، نزاهایی داریم به خاطر یک سری از مسائلی که عرف هستش، مسائل قانونی، مسائل اخلاقی، مسائل سنتی، چیزی هستش دوستان، ممکن هست امکان داره برای شما که برای همین هستش کنار گذاشتنتون به خاطر حالا یک سری از مسائل. احساس میکنین که یا اینکه از نظر اخلاقی نمیخواین شما با همه برین و هم صحبت بشین، این هم ممکن هست باشه و این مسائل باعث میشن که شما در درون خودتون هم درگیری داشته باشین و اینکه کسای دیگه حرفای دیگه بزنن که به شما نمیخورن و شما باهاشون یک حالت درگیری داشته باشه. خب ببینیم کارتای بعدی رو بهتون چی میگه دوستان. افرادی که با شما هم عقیده هم نیستن ممکن هستش که برای همین تنها هستی، نمیخوام هم صحبت همه بشن و یک شروع دوباره براتون میبینم دوستان. شروع دوباره دارم براتون میبینم، بسیار خوب و عالی بر روی این مسائل. و بریم ببینیم که در ابعاد دیگه در سر شما چه خبر است دوستان. او بابا با دو تا کارت در سر شما خیلی شلوغ است، مثل اینکه آرامش و کار. حالا یا خیلی کار میکنین احتیاج رو به آرامش دارین یا اینکه کاری که دارین انجام میدین به شما به یک آرامش داره میده. در مورد مسائل احساسی سرنوشت داره وارد صحنه میشه دوستان و دری برای شما گشوده میشه. در مورد مسائل کاری ببینید چه خبر هستش. در مورد مسائل کاری تزلزل وجود داره اینجا. خب تزلزل وجود داره و اینکه متزلزل هستین دوستان. در مورد مسائل مالی تغییر و تحول اینجا دارم میبینم برای شما. در مورد مسائل اجتماعی دوستان حسشو با شما دارم میبینم خوب کار میکنین در مورد مسائل اجتماعی و اینکه دارم میبینم دوستان که خودتون هستین کارهایی رو انجام میدین
و اینکه لطافت ها و ظرافت هایی در روابط اجتماعیتون دارین. خب پس تزلزل ممکن هستش که در مورد مسائل کاری برای چی؟ برای که با تصمیماتی رو بگیرین. دوستان اینجا که نمیتونین تصمیماتی رو بگیرین شما رو متزلزل میکنه. ببینید من یه کارت دیگه روی مسائل کاری بر ببخشید مسائل مالی براتون میکشم. نه کاری ببخشید. منو ببخشید دوستان. بله ببینید یک سری از افراد حسود هستن که انرژی منفی هستن که ممکنه شما رو متزلزل کنن توی مسائل کاری. اوکی؟ بریم ببینیم که چالش شما چی هست. در چالش شما این هستش دوستان که به یک تفاهم برسین با کسی، با دیگری یا دیگران سر یک جر و بحثی که داره. این بالا هم افتاده بود دوستان یه جر و بحثایی و پایین چیزی که کمکتون میکنه اون فراوانی که دور و بر شما هست، حالا فراوانی مادی ممکن هست باشه یا از نظر انسانی یا از هر نظری که هستش. اون به هر حال برای من اینجا دارم میبینم که اون منابعی که باید در اختیار دارین که به این تفاهم توافق برسین. به چه سمتی میرین دوستان؟ بریم ببینیم به سمت یک باز زمان میرین. زمان بگذره که چه اتفاق بیفته؟ بریم ببینیم. باز هم برای شما میگه با گذشت زمان همه چیز به خودتون بستگی داره. به چه سمتی میرین؟ به سمت زمان میرین. یعنی منظور صبری هستش و اینکه حرف از مکالمه میزنین یا مکالمه‌ای که منتظرش هستین سراغتون خواهد آمد دوستان، یا اینکه تلنگری به شما خواهد خورد و خودتون یک چیزی رو متوجه خواهین شد. خب خیلی گنگ صحبت کرد. خب بریم ببینیم دوستان، من خلاصه از کارتا بهتون میگم بعد بریم جواب سوالاتتون رو به هر حال با گذشت زمان خواهید شنید. چه خبر است در کارت ها؟ احساس تنهایی کردن برای یک سری ها هستش. برای یک سری ها دوستان تنها هستین، احساس تنهایی میکنین چون ممکن هستش که از جمعی دور مانده باشین. حالا به خاطر این جمع ممکن هستش که به خاطر اون اختلافاتی که روی سر یک سری از مسائل با هم دیگه داریم، ولی برای شما دارم شروع دوباره میبینم. حتی یک سری ها ممکن است مشاور ببینین در این مورد. اوکی؟ شروع دوباره و اینکه دارم میبینم خودتون رو رها میکنین در مقابل در مورد یه سری از مسائل. در سر شما موضوع این هستش دوستان که به یک آرامش برسم. کارتون زیاد هستش. یه سریاتون دارین روی خودتون کار میکنین که یک صلح درونی براتون به وجود بیاد. در مورد مسائل احساسی سرنوشت وارد صحنه میشه. در کلید رو دست شما داره میده. در مورد مسائل کاری حسودایی هستن که ممکن شما رو یه مقداری متزلزل کنن. مشکل نیست. حسودا همیشه هستن. در مورد مسائل مالی تغییرات خوب در راه هستن. در مورد مسائل اجتماعی میگه که خودتون هستین که حس ششمتون خوب کار میکنه، اخباری رو میگیرین و با ظرافت با در ارتباطات اجتماعیتون رفتار میکنه. لطافت، ظرافت، نرمش چیزی که چالشتون هست، اینکه به تفاهم برسین چیزی که کمکتون میکنه، فراوانی که در زندگی شما هست در ارتباط با حالا فراوانی مادی ممکن هست باشه یا فراوانی از هر نظر دیگه ممکن هست باشه که کمک میکنه که به یک تفاهم با دیگری یا دیگران برسین و اینکه یک کارایی رو انجام بدین، یک تعادلی تو زندگیتون به وجود بیاد. به چه سمتی میرین؟ به سمت زمان دارین میرین. یعنی صبوری کنین که با گذشت زمان یک جواب یک سری از سوالا رو خواهین گرفت یا مکالمه ای اگر منتظرش هستین به سمت شما خواهد آمد. با هم دیگه بریم ببینیم چه خبر هستش در کارت های احساسی. سریاتون دوستان ممکن هستش که در ارتباط با شخصی که دوست تازه باش آشنا شدین، ممکن هستش که دوست دارین یعنی که باید همدیگر رو بهتر بشناسین ولی احساس میکنین که آنچنان گرایشی بین شما وجود نداره. ممکن هست این مسئله به این زودی برای شما اتفاق بیفته، کسی سر راه شما قرار بگیره که متوجه بشین که آنچنان گرایشی بین شماها وجود نداره، شما ازش خوشتون نمیاد یا اینکه واقعا رابطه نیستش که بخوایم روش امیدی ببندیم. و بریم ببینیم چه خبر است در کارت های دیگه دوستان. در کارت عزیزان قطب مؤنث و نه جنس مؤنث چه خبر است؟ ببینیم قطب مؤنث عزیزان دوستان چه خبر است در کارت های شما؟ ممنون شما دوست عزیز هستین که نگاه میکنین. میگه که من خودخواه هستم و همه چیز رو از طریق شرایط خودم نگاه میکنم و به مشکلات خودم میرسم.
میگه که من روی پروژه های خودم کار میکنم و خیلی دوست دارم که با تو باشم، ولی در حال حاضر ترجیح میدم که متمرکز باشم. خب و وفادار هستش و به تو فکر میکنم. ببین دوستان عزیز، قطب مؤنثی هستش که به خودش فکر میکنه. اوکی، مسائل احساسی رو در اون پلان دومش گذاشته، در نقش های دو بعدی گذاشته. ارجحیتش کارش هستش و به خودش رسیدن هستش. وفاداریش رو دارم میبینم، وفاداریش در واقع به ارزش های خودش هستش. اوکی، خب بریم ببینیم که قطب مذکر و نه جنس مذکر چه خبر است در انرژی هاش. منظور افرادی هستن که یک سری خصوصیات بد دارن دوستان. اوکی، بریم اونا چی میگن. میگه که من به تو وصل هستم و هر لحظه تو رو حس میکنم. اوکی، میگه که من میخوام تا آخر اهدافم برم و هیچ چیز رو رها نمی کنم. اوکی، خوشبین هستم و به آینده اعتقاد دارم و میدونم که با تو خوشبخت خواهم شد. خب ببینید دوستان، به حالا قطب مذکر خیلی گوگولی موگولی شده، هم به قطب مؤنث واس هستش و بهش فکر میکنه و هم خوشبین هست به آینده، ولی از جانب دیگه اینجا سوار موشک شده که بره فضا. خب کسی که میخواد این همه چیزای خوب داره که سوار موشکش نمیشه بره فضا. پس هنوز این شخص اهدافی داره که این اهدافش خیلی براش مهم هست و میچربه در واقع روی احساساتش. ولی با همه این احوال دارم میبینم که روز به روز این انرژی ها دارن بهتر و بهتر میشن و الهی آمین، انرژی قطب مؤنث مذکر خوب بشه، دنیا این کره زمین در آرامش خواهد ماند، نه اینکه یه روزی منفجرش کنه. خب بریم ببینیم چه خبر هست دوستان در انرژی عزیزانی که در جدایی به سر میبرین. شخص مورد نظر شما چه انرژی براتون داره؟ ساخت و ساز با تو، دوست دارم که با تو بسازم و چیز مستحکمی بسازم، مثل یک خانه. اوکی، یک زوج، یک خانواده. میخوام همه چیزو با تو میخوام و اینکه آگاهی دارم و اینکه خودم رو در آینده با تو میبینم. اوکی، و فرشتگان مقرب ما در چه انرژی هایی هستند، چه پیامی دارن برامون؟ فرشتگان گولی مگولی مون دو تا کارت ندن، لطف کنید من اینا رو برمیدارم، اینو میذارم سر جاش. با خودت کریستال داشته باش. این سنگ های انرژی، کریستال ها سنگ هایی هستن پر از انرژی و اونها هر کدوم چیزهای خوبی دارن با خودشون که تو میتونی از اونها استفاده کنی و تو رو تحت تاثیر بذارن. دوست دارم که تو در حال حاضر از اونها استفاده کنی، اونها حال تو رو خوب میکنن و من میتونم توسط انرژی خودم این سنگ ها انرژی خودم رو به تو بفرستم. پس ولی اینکه زندگی تو در دستت بگیری یا اینکه خواب های خودت رو به انجام برسونی، باید این سنگ ها رو داشته باشه. مثل این سنگ ها دوستان، آماتیست و نمیدونم لابرادوریت و سنگ های دیگه ای که اینجا هستن. خب دوستان عزیزان، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار دوستان. نه خدا، نه خدا نگهدار. یادم رفتش که کارت عزیزان از دست رفته رو براتون بخونم. ببخشید دوستان، من امشب یک مقداری خسته هستم و امیدوارم که حوصلتون رو سر نبرده باشم. عزیزان از صفحه رفتم و بهتون میگن که مکالمه با تو، من منتظر این یک لحظه بودم، این لحظه بودم از خیلی وقت پیش. تو میدونی که بالاترین آرزوی من، خواسته من این هستش که با تو صحبت کنم به هر صورتی که هست، مخصوصا برای این که به تو بگم که من اینجا هستم و تو رو، صدای تو رو میشنوم. اکنون خودت رو متمرکز کن و دوروبر تو نگاه کن، من از خودم نشانه هایی برای تو میگذارم. دوستان عزیزان، منو ببخشین باز به خاطر خستگی، روی ماهتون رو میبوسم و روح عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. روز روزگار بر شما خوش.